درود و وقت بخیر به شما بینندگان عزیز در هر کجای جهان. در شامگاه هفتم خرداد ماه 1403 برابر با 27 می 2024 در سومین بخش خبری کانال یک با ما همراه باشید. سرخط خبرها: محکومیت 6 سال حبس برای امیر حسین کوهکن وکیل دادگستری. تداوم پولپاشی به سازمان‌های دولتی، فسادزا و تورمزا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید غرب باید از مردم درون کشور حمایت کند. ثبت درخواست فرجام‌خواهی حکم اعدام محمود مهرابی در دیوان عالی کشور. با وزارت خارجه سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به شمخانی را تکذیب نکرد. دادگاه انقلاب کرج امیر حسین کوهکن را به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. امیر حسین کوهکن پیشتر نیز در شهریور سال گذشته در پی احضار وزارت اطلاعات کرج آزاد و در آذر ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. امیر حسین کوهکن وکیل سابق خانواده دادخواه جاوید نامحمد مهدی کرمی بوده که در جریان خیزش ملی در سال 1401 اعدام شد. پیام تسلیت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و امیر حسین عبداللهیان هم نتوانست مجوز شرکت در مراسم تشییع جنازه را به او بدهد. با وجود جدال لفظی و تمسخر تهدیدهای ابراهیم رئیسی توسط ژنرال مبین از چهره های معروف طالبان بر سر تامین حقابه هیرمند در اردیبهشت سال گذشته، هیئت بلندپایه طالبان به سرپرستی امیرخان متقی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه به تهران آمدند. برخی تحلیلگران معتقدند که عدم دعوت از جبهه مقاومت ملی افغانستان برای حضور در مراسم باعث جسور شدن طالبان شده و این به نفع ایران و ملت افغانستان نخواهد. بررسی لایحه بودجه در حالی به پایان رسیده که جزئیات ردیف‌های بودجه بیانگر پولپاشی گسترده دولت به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. دولت در حالی مدعی است که افزایش دستمزدها را به دلیل تورم‌زا بودن از دستور کار خارج کرده که روند پولپاشی به سازمان‌ها و ادارات دولتی نه تنها فسادزا و رانت‌زاست بلکه تورم‌زا هم هست. همکارم گزارش می‌دهد. لایحه بودجه نشان می‌دهد که در سال جاری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بین 40 تا 233 درصد افزایش بودجه نسبت به سال پیش داشتند. قابل توجه‌ترین افزایش بودجه‌ها در بودجه نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی اتفاق افتاده است. یعنی درست همان سازمان‌هایی که بیش از دیگر سازمان‌ها از وضعیت درآمد ناچیز و خزانه خالی دولت باخبر هستند. جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد نهاد ریاست جمهوری 171 درصد، وزارت اقتصاد 48 درصد و سازمان برنامه و بودجه 44 درصد افزایش بودجه داشتند. نگاهی به دیگر ارقام افزایش یافته از عمق فاجعه پولپاشی دولت به نهادها و سازمان‌های حکایت دارد که سال‌هاست بر اساس قانون باید کوچک می‌شدند و دخل و خرجشان کاهش می‌یافت. برای نمونه امسال وزارت کشور با 72 درصد، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با 93 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 183 درصد و وزارت ورزش و جوانان با 186 درصد افزایش بودجه روبرو هستند. همچنین قوه قضاییه 53 درصد، دادگستری 52 درصد، سازمان بازرسی 79 درصد و شورای عالی امنیت ملی 49 درصد افزایش بودجه داشتند. در آن سو سازمان‌های بی‌خاصیت و نهادهای تبلیغاتی حکومت نیز با افزایش بودجه روبرو هستند. برای نمونه سازمان‌های اوقاف و امور خیریه با 57 درصد، قرب بقیت الله با 233 درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 101 درصد، شورای عالی حوزه‌های علمیه با 46 درصد، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان با 83 درصد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با 60 درصد و سازمان تبلیغات اسلامی با 177 درصد افزایش ارقام بودجه‌ای روبرو شدند. بودجه پاشی به نهادهایی که بسیاری از آنها در اقتصاد و تولید کشور هیچ نقشی
نقشی ایفا نمی کنند و صرفاً منابع کشور را می بلند، حتی در سالهای تحریم که کشور با کاهش شدید درآمد روبرو بوده نیز ادامه یافته و بیشتر شده است. دولت که دستی باز برای ریختن بخش گسترده ای از منابع درآمدی در جیب این سازمان‌ها و توزیع منابع به ساختارهای رانتی را دارد، حاضر نیست با افزایش دست مزد حقوق بگیران از جمله کارگران موافقت کند. مقامات دولتی مدعی هستند که افزایش دست مزد حقوق بگیران و متناسب کردن آن با نرخ تورم اقدامی تورمزاست. این در حالی است که پول پاشی به نهادهایی که اقدامی مولد در بخش اقتصاد انجام نمی‌دهند و با ایجاد ساختارهای فاسد به رانت‌دهی و رانت‌خواری مشغولند بدون شک تورم‌زاتر است. از سوی دیگر دولت حتی در بودجه دهی به وزارتخانه‌ها نیز سیاست‌های توسعه محور را پیگیری نکرده است. در حالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 183% افزایش بودجه روبرو شده که بودجه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه‌های مهم خدمت‌رسان و حمایتی افزایش ناچیزی داشته است. بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال جاری 22%، بودجه وزارت بهداشت 27% و بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 24% افزایش یافته است. این همه نشان می‌دهد جدا از شعارهایی که دولت‌های جمهوری اسلامی از جمله دولت 13 برای توسعه اقتصاد و حمایت از مردم می‌دهند، همچنان بودجه نویسی در کشور در خدمت دستگاه رانت و فساد است. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا از رویکرد دولت کانادا در همراهی با مردم ایران و عدم ارسال پیام تسلیت به جمهوری اسلامی برای مرگ ابراهیم رئیسی قدردانی کرد، اما خواستار اقداماتی فراتر از سوی دولت این کشور شد. شاهزاده رضا پهلوی گفت موجودیت این رژیم تنها علت اصلی این مناقشات، جنگ ها و افزایش بالقوه تنش ها بوده و اگر به دنبال راه حل هستند باید بر روی مردم ایران به عنوان تنها آلترناتیو موجود سرمایه گذاری کند. اون گفته غرب باید نگاهی فراتر از دو گزینه دیپلماسی و یا جنگ و دخالت نظامی که نامطلوب است داشته باشد و راهکار را حمایت مستقیم غرب از مردم ایران به عنوان عاملان تغییر از درون کشور ارزیابی کرده است. او همچنین تاکید کرده همه ما خواهان ممانعت از بروز جنگ هستیم، به این دلیل که یقیناً معامله باخت باخت خواهد بود. روند خصوصی سازی از سال 1385 با ابلاغ علی خامنه‌ای در سراسر کشور آغاز شد و آثار مخرب گسترده‌ای بر واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین مشاغل مختلف بر جای گذاشت. بسیاری از کارخانه‌ها به نام خصوصی سازی و با واگذاری مالکیت این واحدها به خودی‌های حکومت با کاهش بهره‌وری و تولید روبرو شده و خط تولید آنها خاموش شد. در سال‌های گذشته هزاران کارگر پس از خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی اخراج شدند. بخشی از نیروهای کار نیز در متخصصین و نیروهای آزمایشگاهی در کشور یکی از مشاغلی هستند که پس از آغاز روند خصوصی‌سازی با مشکلات متعددی از جمله تعدیل نیرو روبرو شدند. همکارم گزارش می‌دهد. برون سپاری بخشی از فعالیت‌ها یا نیروهای انسانی یک سازمان دولتی هرچند به معنای خصوصی سازی نیست، اما روند طی شده در بسیاری از موارد در قالب خصوصی سازی صورت می‌گیرد. بر این اساس نیروهای شاغل در بخش دولتی به شرکت‌های خصوصی سپرده می‌شود و شرکت‌های پیمانکاری خصوصی مسئول تأمین نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی هستند. حبیب الله فاضلیان دهکردی، دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی، در مصاحبه با ایلنا میگوید که بین 50-60% نیروهای آزمایشگاهی در ایران به عنوان کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. این فعال صنفی گفت که بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از نیروهای کارشناس تعدیل شدند و آنهایی که باقی ماندند باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند و در تهران بالای 80% نیروها به بخش خصوصی واگذار شدند. به گفته او برای آزمایشگاه‌دار فرقی نمی‌کند که از نیروهای تخصصی با حقوق استاندارد استفاده کند. می‌رود چند نیروی ساده غیر کارشناس را می‌آورد و جواب‌های مخدوش تحویل مردم می‌دهد. در سالیان گذشته گزارش‌های بسیاری در مورد نتایج منفی خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها بر نیروی کار انتشار یافته است. با این همه رهبر و مقامات جمهوری اسلامی بارها از این سیاست دفاع و بر اجرای آن تأکید کرده‌اند.
نتیجه خصوصی سازی در ایران از میان رفتن یا کوچک شدن واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی و کاهش کیفیت بهره‌وری این واحدها بوده است. همچنین هزار نیروی کار اخراج و یا با کاهش دستمزد روبرو شده اند و مطالبات صنفی آنها بی‌پاسخ مانده است. در همین رابطه دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی گفته برخلاف تلاش‌های سال‌های گذشته مطالبات حدود 40,000 کارشناس آزمایشگاهی همچنان بی‌پاسخ مانده است. او خاطر نشان کرده که جامعه آزمایشگاهی علارغم سختی کار بسیار به ویژه در بخش خصوصی از مزایای آن بی بهره هستند و نمی توانند از بازنشستگی پیش از موعد یا سایر مزایای سختی کار استفاده کنند. حبیب الله فاضلیان دهکردی درباره بی نتیجه ماندن مطالبات صنفی این جامعه افسود: چندین بار این موضوع را مطرح کرده ایم که یک کارشناس آزمایشگاهی تحصیل کرده و متخصص نباید حقوق پایه کارگری بگیرد، اما پاسخی نگرفته ایم و الحاق به طرح طبقه بندی مشاغل را یکی از مطالبات ضروری این صنف دانست. او گفت کارشناسان آزمایشگاه ها با حداقل حقوق وزارت کار چاره ای جز شغل دوم و سوم ندارند و برای پرداخت کرایه خانه مسافرکشی می کنند. برون سپاری صدها نیروی آزمایشگاهی متخصص به بخش خصوصی در شرایطی است که پیش از این رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران از ناتوانی آزمایشگاه ها در تأمین تجهیزات به علت گرانی خبر داده و اعلام کرده بود که آزمایشگاه ها برای فرار از ورشکستگی به ارائه برگه های جواب آزمایش بدون انجام آزمایش و استفاده از وسایل و کیت های قدیمی با ضریب خطای بسیار بالا روی آوردند. مقامات پاکستان دیروز اعلام کردند که نیروهای پلیس این کشور 11 شبه نظامی اسلامگرا را بازداشت کردند. این 11 نفر به اتهام دست داشتن در بمبگذاری انتحاری ماه مارس که به کشته شدن 5 مهندس چینی انجامید بازداشت شدند. بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده اعضای تحریک طالبان پاکستان بودند. این جریان شامل ده‌ها گروه شبه نظامی سنی و فرقه‌ای اسلامگرا می‌شود. جریان تحریک طالبان پاکستان هدف خود را سرنگونی حکومت این کشور و اجرای قوانین اسلامی عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر سپرده شدن پرونده هسته‌ای به علی شمخانی را به طور تلویحی تایید کرد. ناصر کنعانی امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت در خصوص ادعای غیر مستقیم در برخی از شبکه‌ها نکات خاصی برای عرض ندارم. این سخنان در واکنش به برخی اخبار بیان می‌شود که حاکی از سپرده شدن پرونده هسته‌ای به شمخانی از فروردین امسال است. کنعانی در ادامه اظهارات خود بدون تکذیب این خبر گفته که مذاکرات درباره رفع تحریم ها با اشراف و راهنمایی مقام های بالادستی نظام پیش برده می شود و هیئت مذاکره کننده رایزنی های خود را در جهت رفع تحریم ها ادامه خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که واشنگتن و کشورهای اروپایی فشار می آورد که از فشار به جمهوری اسلامی در نشست آتی آژانس انرژی اتمی خودداری کنند. این روزنامه آمریکایی امروز به نقل از دیپلمات های مطلع نوشت که آمریکا قصد ندارد قبل از انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور تنش ها با تهران افزایش یابد. روز پنجم خرداد نیز رویترز خبر داد که ایالات متحده و سه متحد اصلی اروپاییش بر سر اینکه آیا باید در آژانس با جمهوری اسلامی مقابله کنند یا نه دچار اختلاف نظر شدند. دوره تازه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای دوشنبه 14 خرداد آغاز می شود. پس از آنکه رئیس جمهور گرجستان قانون عوامل خارجی را وتو کرد، امروز یک کمیته در پارلمان در حال برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم گیری درباره ارسال لایحه لغو این وتو به صحنه علنی مجلس است. دیروز همزمان با روز استقلال گرجستان، بار دیگر هزاران تظاهر کننده از حزب حاکم خواستند تا قانون عوامل خارجی را پس بگیرد. این قانون که به دلیل شباهت آن با قانونی که توسط کرملین برای ایجاد خفقان بیشتر برای مخالفان و علیه آزادی بیان وضع شده، به قانون روسیه نیز معروف است. بر اساس این قانون فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با تامین مالی خارجی در این کشور محدود خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اسرائیل را به نادیده گرفتن حکم دیوان بین المللی دادگستری و ادامه عملیات نظامی در جنوب غزه متهم کرد. جوزف بورل پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت حکم این نهاد بین المللی باید اجرا شود و افزود که برای رسیدن به یک تصمیم سیاسی در مورد استقرار ماموریت کمک مرزی اتحادیه اروپا برای گذرگاه مرزی رفح تلاش خواهد کرد. دیوان بین المللی دادگستری طی حکم 4 خرداد از اسرائیل خواست عملیات نظامی در رفح را متوقف کند. مروری خواهیم داشت بر خبرهای ورزشی ایران و جهان.
ناهید کیانی و آریان سلیمی صاحب یک نقره و طلا در مسابقات تکواندو جی 1 در ترکیه شدند. ناهید کیانی در دور نخست استراحت کرد و سپس ملیک از ترکیه را شکست داد و در ادامه با پشت سر گذاشتن دو نماینده دیگر از ترکیه راهی مبارزه نهایی شد. او در دیدار نهایی نتیجه را به حریفی دیگر از ترکیه واگذار کرد و به نشان نقره رسید. آریان سلیمی نیز پس از یک دور استراحت حریفی از ترکیه را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل مهدی خدابخشی از صربستان به پیروزی دست یافت. سلیمی در دیدار پایانی توکگاز از ترکیه را نیز شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. علی اصغر حادی‌زاده سرپرست انجمن دو میدانی جانبازان و معلولین اظهار داشت که اجازه تکرار اشتباهات در ژاپن را نخواهیم داد. حادی‌زاده با اشاره به اتفاق رخ داده برای حامد امیری و امان الله پاپی و از دست رفتن مدال‌های آنها پس از اعتراض سایر ورزشکاران گفت: ورزشکاران ما باید اصلاحاتی در حرکات و پرتاب‌هایشان داشته باشند. وظیفه خودم، فدراسیون و کادر فنی می‌دانیم که اشکالات را برطرف کنیم. به هر حال مسائلی وجود دارد که من آنها را نوشتم و مطمئن باشید که اجازه نمی‌دهیم این ایرادات باز هم رخ بدهد. به گزارش خبر آنلاین، به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی برخی از چهره‌ها و مسئولین بین المللی ورزشی پیام تسلیت ارسال کردند. بر اساس اعلام روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شورای المپیک آسیا، کمیته های المپیک سوریه، بنگلادش، ترکمنستان، ازبکستان و قطر، انجمن جهانی کوراش، فدراسیون بین المللی بدنسازی و پرورش اندام، کنفدراسیون تیراندازی آسیا، فدراسیون آسیایی و جهانی کاراته از جمله این سازمان ها و فدراسیون های ورزشی بودند. وحید شمسایی در گفتگو با تسنیم دلایل غیبتش در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتسال را عنوان کرد. شمسایی اظهار داشت: بعد از اینکه از قرعه کشی آسیا بازگشتیم، کارهای شخصی هم باقی مانده بود که اهمیت ویژه‌ای برای من داشت و از انجام این کارها دور شدم. دو دعوتنامه از طرف فیفا برای فدراسیون فوتبال آمده بود که یکی برای مدیر تیم و یکی برای من بود. به ارتباط عدم سفرش به ازبکستان به خاطر ناراحتی از فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد. قرعه کشی جام جهانی فوتسال 2024 دیروز در ازبکستان برگزار شد. تیم ملی والیبال ایران در چهارمین بازی خود در لیگ ملت‌ها با نتیجه 3-2 برابر آرژانتین شکست خورد تا پایز در حسرت اولین برد خود با ایران بماند. ملی پوشان ست‌های این مسابقه را با نتایج 23-25، 29-31، 25-20، 20-25 و 15-13 واگذار کردند. همکارم نگاهی داشته به آنچه امروز در روزنامه‌های ایران بازتاب یافته. دنیای اقتصاد، تله بورسی دامنه نوسان، بازار سهام در انتظار سیاست‌های جدید، رکود در دولت آینده به پایان می‌رسد و همینطور 9 تهدید داخلی و خارجی صادرات معدنی، سازندگی، رقابت برای تصاحب صندلی ریاست مجلس، هفته صبح، آناتومی یک سانحه، تصویرسازی و پاسخ صدا و سیما به 10 سوال درباره حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان، آرمان امروز، تنین صدای سقوط در خیابانهای تل‌آویو و آرمان ملی، رقابت سزلی و همینطور مرد کهنه‌کار سیاست وارد انتخابات می شود؟ اعتماد در انتظار سیگنال، اعتماد آخرین اخبار انتخابات را با محوریت جریانات سیاسی به ویژه اصلاح طلبان بررسی می کند و همینطور موتور سواری زنان ممنوع یا آزاد، ایران 40 یادگار ماندگار سید محرومان، ایران از اقدامات دولت رئیسی برای فقر زدایی، عدالت اقتصادی و مقابله با فساد گزارش می‌دهد. جهان اقتصاد، ارز ارزان یا مانعی برای پرداخت ارز، تبعات بخشنامه جدید وزارت سمت بررسی شد. همشهری، رفیق مردم، خامنه‌ای گفته آل هاشم معنای نماز جمعه را تغییر داد. جام جم، رخنه، قصه نبرد در خط مقدم و همینطور مسیر روشن با اقتدا به مقتدا. روزنامه شرق، اول بهارستان، بعد پاستور، گزارشی از یک استراتژی در اردوگاه اصولگرایان، سایه سنگین رقابت برای ریاست مجلس بر انتخابات ریاست جمهوری و همینطور گره دارو، گرفتاری صنایع دارویی برای دریافت مطالبات و یارانه کافی از دولت، ابتکار، تنور داغ گمانه‌زنی‌ها، زنگ شروع انتخابات ریاست جمهوری 14 به صدا درآمد
و در ادامه نگرانی‌های مستاجران به بهانه شروع فصل نقل و انتقالات مسکن بررسی شد. خراسان 233 روز نقطه سرخط و همینطور عرض صادراتی گروگان نرخ دولتی. شهروند مأموریت ویژه مجلس برای حل ابرچالش ها و همینطور در ادامه گزینه های مطرح، آرایش سیاسی گروه ها و احزاب برای معرفی نامزدها. فرهیختگان چالش رادیکالیسم و عملگرایی اصلاح طلبان ورژن 1403 و در ادامه مذاکرات مسقط ادامه دارد. کار و کارگر مسئولیت پذیری دولت در برابر فقرا سال به سال کمتر می شود. وطن امروز کمین وحشت، چند صهیونیست کشته و زخمی شده یا به اسارت درآمدند. ابرار آغاز انتخابات ریاست جمهوری و همینطور نیازمند برقراری عدالت در سیستم مالیاتی هستیم. امتیاز ابزارهای دولت برای کنترل بازار مسکن و در ادامه تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو. آسیا رشد 8% خیال یا واقعیت و همینطور خسارت جبران ناپذیر مهاجرت نیروی کار ماهر. جهان صنعت دست در جیب مردم. جهان صنعت از احتمال تعرفه 96% واردات آیفون گزارش می‌دهد. و در ادامه قوقای فروشندگان سهام. اطلاعات موشکباران تل‌آویو و اسارت نظامیان صهیونیست توسط حماس. روز و روزگار بر شما خوش. در بخش پایانی برنامه به خبرهای بازتاب یافته در خبرگزاری ها و نشریات بین المللی میپردازیم. نیویورک تایمز: اروپا برای بهبود وضعیت دفاعی خود با موانعی روبروست. دیدگاه‌های سیاسی متضاد و تسلط ایالات متحده همکاری‌های نظامی بهتر را سرکوب می‌کند. واشنگتن پست: جدایی نتانیاهو و حزب دموکرات آمریکا سالها در حال شکل‌گیری بود. گاردین چاپ آمریکا: برنامه جناح راست برای تسلط بر شهرهای پناهگاه مهاجران و بازسازی آنها به سبک مگا. دیلی میل: ریشی سوناک پس از اینکه طرح خدمت اجباری او مورد تمسخر قرار گرفت به مبارزه انتخاباتی بازگشت. دیلی تلگراف: استارمر رهبر حزب کارگر بریتانیا هشدار داد که ما هنوز اعتماد مردم بریتانیا را جلب نکرده ایم. تایمز لندن: یکی از اعضای ارشد سرویس امنیتی اوکراین فاش کرد که چگونه روسیه به جزئیات امنیتی رئیس جمهور اوکراین نفوذ کرده و برای قتل او نقشه کشیده است. دیلی اکسپرس: گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا گفت ما باید تاب‌آوری ملی در دنیای خطرناکتر ایجاد کنیم. گاردین چاپ لندن: درخواست ویدیویی زلنسکی از رهبران جهان برای شرکت در اجلاس صلح. ایندیپندنت: زندگی در چنگال پوتین. گزارش به حمله موشکی دیروز روسیه به خارکیف اشاره می کند که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. چاینا دیلی: شی جین پینگ در مراسم افتتاحیه 10 نشست وزیران مجمع همکاری چین و کشورهای عربی شرکت می کند. لومون چاپ فرانسه: اسرائیل تحت فشار دیوان بین المللی دادگستری. فیگارو: خارکیف مصمم به زنده ماندن با وجود بمب‌های روسیه. جروزالم پست: پس از 4 ماه آرامش حماس دوباره به سمت تل‌آویو راکت شلیک کرد. هارتس: کشمکش یهودیان نیویورک بر سر اینکه در رژه روز اسرائیل راهپیمایی کنند یا نه. با سپاس از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید. فردا سه‌شنبه 8 خرداد ماه ساعت 17 به وقت تهران با شما خواهیم بود. شب و روز خوش.